سرقت خبرها. انتقام ایران از کشتن قاسم سلیمانی، سپاه دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را موشک باران کرد. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. اظهارات رهبر ایران بعد از حمله موشکی سپاه، پاسخ نظامی کافی نیست، حضور آمریکا در منطقه باید تمام شود. واکنش ترامپ به حمله موشکی ایران علیه پایگاه‌های نظامیان آمریکایی، فعلا اوضاع خوب است. و مرگ 176 سرنشین هواپیمای مسافربری اوکراین بعد از سقوط نزدیک تهران، اکثرشان ایرانی بودند، 10 نفرشان افغان. سلام و عصر بخیر. در طول بیش از 10 ساعت گذشته شاهد پوشش ویژه برنامه‌های بی بی سی فارسی بودید در مورد حملات هوایی و حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا که تاکنون هیچ کشته‌ای در اون گزارش نشده. این حملات در عراق اتفاق افتاد. سپاه پاسداران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، در حمله هوایی آمریکا دو پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق رو موشک باران کرد. ارتش عراق گفته ایران در مجموع 22 موشک شلیک کرده. 17 موشک به پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار که دو فروند از اونها عمل نکرده و 5 موشک هم به پایگاهی در اربیل. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته که همه چیز تا الان خوب هست و ارزیابی خسارت‌ها ادامه دارد. دونالد ترامپ گفته به زودی در این باره اظهار نظر می‌کند. آخرین اطلاعات ما نشون میده که آقای ترامپ قرار هست ساعت 4 به وقت GMT که حدود ساعت 7:30 تهران خواهد بود صحبت بکنه. ما هم صحبت‌های او رو قطعاً به صورت زنده برای شما پخش خواهیم کرد و همین دلیل با بی بی سی فارسی بمونید. اما در تهران آیت الله علی خامنه‌ای حمله موشکی سپاه رو اقدامی تلافی جویانه ایران علیه آمریکا اعلام کرد و او گفت که این سیلی محکمی بود به آمریکا. حالا اجازه بدید گزارشی تهیه کرده همکارم کسرا ناجی که با هم ببینیم، بعدتر برمیگردیم به بیشتر صحبت. ایران میگوید دیشب 10 موشک به طرف دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق شلیک کرد. در ساعات اول صبح برای انتقام گیری قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که پنجشنبه شب گذشته در عراق کشته شد. این تصاویر تلویزیون ایران از پرتاب این موشک‌ها که ظاهرا از غرب کشور در نزدیکی کرمانشاه صورت گرفت. حمله‌ای که ناگهان نگرانی‌ها را از شروع جنگی بین ایران و عراق به شدت افزایش داد. گزارش‌ها حاکی است که 23 موشک شلیک شده که 15 موشک در پایگاه عین‌الاسد و 5 موشک در پایگاهی در نزدیکی اربیل فرود آمد. و این ظاهراً هنگام فرود بعضی از این موشک‌ها در پایگاه عین‌الاسد. تلویزیون خبری ایران که به طور غیر معمول به طور زنده این خبر را گزارش میکرد، دقایقی بعد این اطلاعیه سپاه پاسداران را منتشر کرد. به شیطان بزرگ، رژیم سفاک و مستکبر آمریکا هشدار میدهیم هر شرارت مجدد و یا تحرک و تجاوز دیگر با پاسخهای دردناکتر و کوبنده تری مواجه خواهد شد. اطلاعیه سپاه درباره این حمله به دو پایگاه در عین‌الاسد و اربیل این را روشن کرد که ایران برای انتقام گیری به همین حملات اکتفا کرده، چیزی که نگرانی ها را از تلافی جویی آمریکا و شروع جنگ کمی کاهش داد. در واشنگتن در کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهوری کمی قبل از حمله سرگرم دیدار با نخست وزیر یونان بود. او کمی بعد با وزیران دفاع و خارجه‌اش و فرماندهان نظامی کشور در اتاق عملیات کاخ سفید تازه‌ترین گزارش‌ها از عراق را بررسی کرد. و این توییت او کمی بعد:
همه چیز خوب است. موشک ها از سوی ایران به طرف دو پایگاه در عراق شلیک شد. ارزیابی من درباره تلفات و خسارات در حال انجام است. تا الان که اوضاع خوب است، ما با فاصله قدرتمندترین و مجهزترین ارتش را در سراسر جهان داریم و فردا صبح در این باره صحبت خواهم کرد. توییت دونالد ترامپ این را روشن کرد که آمریکا قصد واکنشی فوری و نظامی را احتمالاً ندارد. نشانه ای از اینکه احتمالاً کسی از آمریکایی ها در این پایگاه ها کشته و زخمی نشده است. صبح امروز رهبر ایران در تهران هم به نظر می رسید که مسئله را تمام شده تلقی می کند، مگر آنکه آمریکا واکنشی نشان دهد. تأکید او حالا بر فشارهای سیاسی برای مجبور کردن آمریکا به خروج از منطقه است، یک هدف تازه سیاسی ایران. بالاخره یه حادثه مهمی اتفاق افتاده است. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. اونجا که در مقام مقابله مهم است، این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه. یک پایگاه نظامی آمریکا در منطقه. وزیر خارجه ایران هم امروز همین پیام را داشت و اینکه حمله موشکی ایران دیشب در چارچوب قوانین بین‌المللی و حق دفاع مشروع کشور بود. جمهوری اسلامی میبایست در برابر اقدام دولت آمریکا واکنش نظامی نشان میداد که دادیم، اما این پایان کار نیست. پایان کار در واقع خروج آمریکاست که اون نیاز به اقدام نظامی نداره. نتیجه حرکت خود آمریکایی هاست و نتیجه حماقتیه که در این حرکت مغرورانه و ابلهانه به خودشون از خودشون نشون داده. جالب این که بالاخره و بعد از فاجعه دیروز در کرمان که 59 نفر دست کم در هجوم مردم در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی زیر دست و پا کشته شدند، جنازه او در ساعات اول صبح در تاریکی شب در میان هزاران نفر از عزاداران به خاک سپرده شد. پایان گرفتن چند روز سخت در ایران در میان بالا گرفتن احساسات، انتقام جویی و خطر جنگ. کسرانه جی بی بی سی. همکارم جیار گل اینجا در استودیو با من هست. جیار، خبری آمد ساعتی پیش در مورد این که عادل عبدالمهدی نخست وزیر اطلاع داشته، یعنی به او اطلاع دادند ایرانی ها، و بعدتر هم وزیر خارجه ایران اون رو تایید کرد که حمله با اطلاع دولت عراق اتفاق افتاده. فکر میکنی این دلیل این هماهنگی چه بوده؟ ببین، نخست وزیر عراق گفته به محض اینکه ایشون مطلع شده از این حمله ایران، مقامات آمریکایی و نیروهای آمریکایی رو مطلع کرده، و این خودش نشون میده احتمالاً خود ایرانیا به حال نمیخواستن تلفات سنگینی اونجا گرفته بشه، چرا که میتونسته واقعا عکس العمل شدید آمریکا رو به دنبال داشته باشه. به همین جهت مقاماتی از پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، به خبرگزاری CNN گفتن اونا معتقد هستن ایران آمدانه این اهداف رو انتخاب کرده، بیشترین مثلا اختارها رو داده که آمریکایی‌ها متوجه بشن و در این حال تلفات کمتری گرفته بشه، یا واقعا این موشک‌های ایران دقت کافی نداشتن، یا نه ایران فقط می‌خواستن به اونا اختار بدن. این دو پایگاهی هم که انتخاب شده، یکی پایگاه عین الاسد که در 130 کیلومتری مرز سوریه است، یک بزرگترین پایگاه آمریکایی است، در نیروهای آمریکایی در اونجا هست. پایگاه بسیار بزرگی هستش، اونا پناهگاهایی دارن، احتمالاً آژیر کشیدن وقتی که اونا پناه گرفتن. در اربیل هم پایگاهی که اونجا هدف قرار گرفته، ما میدونیم دو موشک، یکی در 5 کیلومتری فرودگاه بین‌المللی اربیل، یکی در 50 کیلومتری اربیل، سقوط کردن، به هدف نخوردن. اما پایگاهی که در اربیل اهمیت بسیار زیادی داشت، چرا که نیروهای دلتای آمریکا، نیروهای ویژه اونجا بودن، همون نیروها بودن که با 8 هلیکوپتر از اونجا پرواز کردن در اکتبر حدود 3 ماه پیش و به سوریه رفتن و ابوبکر بغدادی رهبر داعش رو کشتن. به همین جهت اونا از لحاظ نظامی این دو پایگاه بسیار مهمه، نه تنها برای آمریکایی‌ها، نیروهای ائتلاف هم در این پایگاه‌ها حضور دارند.
و وقتی راجع به پراکندگی این نیروها در واقع عراق صحبت می‌کنیم، شاهد چه نقشه‌ای هستیم؟ یعنی اولا چه تعداد نیرو در عراق الان آمریکا داره که فکر می‌کنم تعداد دقیقش مشخص هم نیست، همیشه یک میانگینی، یک تخمینی زده میشه، و چطور پراکنده شدن در عراق؟ ببین، تخمین زده شده که حدود 6000 نیروی آمریکایی در عراق، و خیلی از کارشناسا میگن ممکنه این تعداد هم بیشتر باشه. چرا؟ که در کردستان عراق، در تاجی، در عین الاسد، در چندین نقطه نزدیک کرکوک پایگاه‌هایی هست که نیروهای آمریکایی اونجا مستقر هستند. به همین جهت کاملا مشخص نیست دقیقاً چه تعداد، شاید به خاطر مسائل امنیتی است یا اینکه خیلی از این نیروها در بدور از چشم نیروهای عراقی دارن عملیات انجام میدن. از طرف دیگه ما میدونیم 800 نیروی ویژه در سوریه هستش، اما حدود 70000 نیروی آمریکایی در منطقه مستقر هستند، در کشورهایی که فاصله چندانی با مرزهای ایران ندارن. مثلا در افغانستان 14000 نیرو داره، در صورتی که در قطر و در کویت هر کدام از این کشورها 13000 نیروی آمریکایی مستقر هستند. در ترکیه، در پایگاه انجلیک ترکیه که پایگاه ناتو از اون استفاده میشه، اونجا 2500 نیرو دارن. در عربستان سعودی حدود 3000 نیرو دارن. در کشورهای مختلف نیروهای زیادی دارن، قطر، بحرین، عمان، در جاهای مختلف برها نیروهای زیادی در اون منطقه مستقر هستن. میدونیم که همزمان عراق هم درگیر یک مسئله سیاسی بسیار پیچیده است. کشور الان نخست وزیر در واقع کفیل نخست وزیری داره، و بی‌ثباتی سیاسی هم در عراق هم موج میزنه. امروز شاید این رو در اختلاف در اظهار نظرهاشون در مورد در واکنش به این حمله هم میشد دید. دقیقاً اگه شما نگاه کنید، عادل عبدالمهدی به محض کشته شدن قاسم سلیمانی اونو محکوم کرد، در صورتی که رئیس جمهور عراق برهم ساله که یک کرد هست از اتحادیه میهنی کردستان عراق، فقط به حال تسلیت گفت، محکوم نکرد این عمل رو. امروز هم دوباره رئیس جمهوری عراق گفته نباید این حمله رو محکوم کرده، و گفته نباید این عراق به میدان جنگ کشورهای دیگه تبدیل بشه. در صورتی که در کردستان عراق هم رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی این هم این صحبت ها رو کرده، گفته ثبات منطقه، امن در این منطقه بسیار مهمتره. نیروهایی که اینجا هستند، در عراق هستند، در کردستان عراق هستند، گفته نیروهای آمریکایی فقط برای عملیات علیه داعش استفاده میشن. همچنین آقای بارزانی از دولت عراق انتقاد کرده و از مجلس عراق انتقاد کرده، گفته یک طرفه اینا اومدن این طرح رو تصویب کردن که باید نیروهای آمریکایی از اینجا خارج بشه، در صورتی که حضور این نیروها بسیار ضروری است برای مبارزه با داعش. از طرف دیگه هم اگه شما نگاه بکنید به گروه‌های شیعه که به ایران نزدیکن، مثل گروه صد، مثل کتائب اهل حق که قیس خزعلی رهبر اون یکی از افرادی بوده که بسیار به سپاه قدس و بسیار به قاسم سلیمانی نزدیکه، ایشون گفته، قیس خزعلی گفته ایران کار خودش رو انجام داد با حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق. الان نوبت ما عراقی‌هاست که ثابت کردیم، شرف داریم، شهامت داریم که با آمریکایی‌ها بجنگیم و تا خروج اونها، اونا رو از این کشور بیرون برانیم. فکر میکنی که آمادگیش در عراق وجود داره، اون میل به این که گروه های شبه نظامی که از طرف ایران حمایت میشند الان حاضر هستند که اونها هم وارد میدان بشند و بعد از اینکه ایران این کارو کرده اونها شرایط رو جلوتر ببرن؟ ببین، تمام صحبت هایی که ما از گروه های شبه نظامی عراق بخصوص شیعه و وابسته به ایران میشنویم اینه که آمریکایی‌ها باید اینجا رو ترک بکنن، اینجا براشون امن نخواهد بود. و حتی صدر که یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه عراق و یکی از بلاک‌های عمده پارلمان وابسته به گروه ایشون هستش، گفته دونالد ترامپ رو یک قمارباز خطاب کرده، گفته که نمیتونه مردم عراق رو به گرسنگی بکشه و سرنوشت ما رو گروگان بگیره. به همین جهت همه این گروه‌ها یک صدا میشه گفت، این گروه‌های شیعه شبه که شبه نظامیانی دارن، گفتن باید آمریکا این منطقه رو ترک بکنه. اما فراموش نکنیم عراق فقط گروه‌های شیعه نیستن، گروه‌های سنی هم هستن، کردها هستن، و حتی گروه‌های شیعه در میان خودش گروه‌های شیعه این اتفاق وجود نداره که
درباره بساب ایران نزدیک باشن، گروهایی در خود شیعه هستن، اونا هم موافق حضور ایران در اون منطقه نیستن. به همین جهت خروج آمریکایی‌ها بسیاری از عراقی‌ها رو نگران کرده، ممکنه که این یک خلأ قدرت، خلأ این نیروهای آمریکایی در منطقه دوباره باعث بشه داعش دوباره بر حال به صحنه برگرده و همچنین باعث جنگ‌های داخلی بین گروه‌های مختلف در عراق بشه. ممنونم از جیار گل همکارم اینجا در استودیو. اما اگر دیروز هم بیننده ما بودید میدونید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در سفری از پیش اعلام نشده به سوریه رفت و با بشار اسد همتای سوریش دیدار کرد. امروز هم او به ترکیه رفته و با رجب طیب اردوغان دیدار کرده. اخباری که همین چند دقیقه پیش داره از استانبول بیرون میاد از ترکیه، عملا میشنویم که هر دو رهبر، یعنی رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، از آمریکا و ایران خواستند که سطح تنش‌ها در منطقه رو کاهش بدن. در دیداری که بین ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در ترکیه داره شکل میگیره، همزمان همونطور که پیشتر هم اعلام کردم منتظر هستیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار هست ساعت 4 جی ام تی 7:30 به وقت تهران یک کنفرانس خبری داشته باشه و صحبت بکنه. در همین زمینه پیشتر دیشب در واکنش به حملات آمریکا او گفت که فعلا همه چیز خوب هست، ما داریم بررسی میکنیم سطح خسارت رو، و بعد از اون صحبت خواهیم کرد که قرار هست تا ساعتی دیگه صحبت‌های او شروع بشه که ما اون رو هم حتما برای شما پوشش خواهیم داد. بهمن کلباسی همکار ما از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، به نظر تو باید منتظر چه باشیم در صحبت‌هایی که قرار هست آقای ترامپ بکنه؟ همونطور که اشاره کردی به شبکه اجتماعی توییتر دیشب، وقتی آقای ترامپ درش نوشته که همه چیز فعلا خوب است و تا اینجای کار مشکلی نیست، احتمالاً باید انتظار داشت که پیامی هم که بده و حرفی هم که بزنه خیلی فاصله نداشته باشه با صحبت دیشبش، ولی نمیشه با قاطعیت پیش بینی کرد. اون چیزی که میدونیم این است که مقام‌های آمریکایی دیشب تصمیم گرفتن که آقای ترامپ از فرصتی که موجود داشت برای اینکه بیاد مستقیما مردم آمریکا رو در از اتاق بیزی شکل کاخ سفید خطاب قرار بده، بهش میگن نطق ریاست جمهوری، از اون صرف نظر کرد و همین نشون میداد که یه مقداری نگرانیایی که وجود داشت کمتر نسبت به اینکه ممکن است مستقیما دولت آمریکا و شخص او تصمیم بگیره که یک عملیات تلافی جویانه‌ای بلافاصله انجام بده. ولی خب اینکه در نهایت آیا پاسخی خواهند داد به این حملات ایران یا نه رو باید صبر کرد تا یک سطح رو به دیگه که صحبت میکنه بشنویم. از دیگر مقام ها و نمایندگان کنگره و سناتورها هم که حرف های مختلفی شنیدیم، کم و بیش به نظر میاد که خیلی میلی و آتشی برای اینکه یک درگیری جدیدی به وجود بیاد یا آمریکا مستقیما ایران رو هدف قرار بده وجود نداره. گویا اینکه در میان بعضی طرفداران آقای ترامپ به خصوص در شبکه فاکس دیشب و آقای سناتور گراهام که یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه تندرو است و با آقای ترامپ هم نزدیکه، اونها معتقد بودن که باید پاسخ بده و تاسیسات نفتی و هسته‌ای ایران رو بزنه، ولی فضا در مجموع به نظر نمیاد که در این مقطع به اون سمت بره. قطعا باز باید صبر کرد تا دید خود آقای رئیس جمهور چی میگه. ولی دموکرات‌ها هم مخصوصا خانم نانسی پلوسی دیشب در یه بیانیه خیلی صریح بود در این مورد که هم باید از ایران خواست که خشونت رو متوقف کنه، هم باید جلوی تحریک‌های آقای ترامپ رو گرفت، دولت آقای ترامپ رو گرفت و گفت که دنیا و آمریکا تحمل یک جنگ دیگری رو نداره. همچنین از شبکه‌های آمریکایی توی یک ساعت گذشته گزارش دادن که از کاخ سفید شنیدن و همچنین از وزارت دفاع که معتقدن ایران آمدانه سعی کرده طوری موشک‌ها رو بزنه که تلفات جانی نداشته باشه برای آمریکا، و این خودش یه مقدار زیادی درجه حرارت رو پایین میاره، برای اینکه نه تنها آمریکایی‌ها تلفاتی نداشتن بلکه ایران هم نمی‌خواسته تلفات داشته باشن. این متفاوت است با اینکه بگوییم تلفات نداشتیم ولی شانسی بوده، ایران میخواسته سعیشو کرده، ولی درست حالا اگر برعکس به این نتیجه رسیده باشن که اونها هم قصد زدن سربازان آمریکایی رو مستقیم نداشتن، یه مقداری فضا رو میتونه تغییر بده. البته الان داریم از در واقع از خبرگزاری فارس میبینم که نیروهای سپاه پاسداران
این رو که به نیروهای آمریکایی از پیش خبر داده باشند میگن که چنین اتفاقی نیفتاده و این رو دروغ خواندن. اما من سوال دیگه‌ای که داشتم، چند ساعتی پیش از اینکه حمله دیشب انجام بشه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از دیپلمات‌های آمریکایی خواسته که با برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی دیدار نکنند و با اونها صحبت نکنند، شاید کم و بیش راه‌های حل کردن دیپلماتیک تنش‌ها بین ایران و آمریکا رو سخت‌تر بکنه. آیا اون گزارش تایید شد یا نه؟ اون گزارش رد نشد، ولی برداشتایی هم که ازش شد متفاوته. به نظر میاد میتونه یک مجموعه ای از دلایل داشته باشه. یکیش فقط نظم میتونه باشه که سفارت‌های آمریکا در کشورهای مختلف یا دیپلمات‌های آمریکایی خودسر نرن، مثلا با گروه‌های مختلف دیدار بکنن و بعد هماهنگ نباشن با وزارت خارجه. شاید بیشتر اون رو بشه به عنوان دلیل شمرد، چون فضایی که آقای پومپئو شخصا مخصوصا ایجاد کرده خیلی جایی برای اینکه روابط رو و گفتگو با ایران بذاره رو باقی نذاشته. او شخصا مانع این شد که آقای ظریف بیاد اینجا همین هفته که دفعه اولی بود که اجازه نمیدادن یک وزیر خارجه ایران بیاد و خلاف تعهدی که به سازمان ملل دارن. در نتیجه آقای پومپئو دیده نمیشه از سوی ایران به عنوان کسی که علاقه به دیپلماسی داشته باشه. و در مورد اون مسئله هم که اشاره کردی که آیا ایران به آمریکایی‌ها از قبل خبر داده، آمریکایی‌ها هم همچین ادعایی نکردن که ما از قبل از ایرانی‌ها شنیده بودیم که ممکن است یه همچین حمله بشه. تنها چیزی که میدونیم این است که به عراق و مقام‌های عراق گفته بودن. البته میشه تصور کرد که مقام‌های عراق هم بلافاصله به آمریکایی‌ها اطلاع داده باشن، ولی اینکه مستقیما اطلاع داده باشن ادعای آمریکا هم نبوده. از این جهت اون چیزی که مقام‌های سپاه دارن تکذیب میکنن رو کسی اینجا ادعاش هم نکرده که اونها دارن تکذیب میکنن. درست. ممنونم ازت بهمن کباسی، همکارم از نیویورک. با افضل اشرف، استاد روابط بین الملل و امنیت بین الملل در از دانشگاه ناتینگهام با ما هست از لندن. آقای اشرف، پیشتر گمانه‌زنی های بسیاری بود راجع به اینکه آمریکا چه ایران چه واکنشی به کشته شدن قاسم سلیمانی نشان خواهد داد. انواع و اقسام سناریوها مطرح شده بود. چقدر شما پیش بینی می‌کردید که ایران چنین واکنشی نشان بده؟ Well, I think that Iran has always had very emotional فکر میکنم که لفاظی های ایران خب خیلی احساساتی بود تا اینجا، ولی همواره با وجود این لفاظی های احساساتی همواره خیلی عملگرایانه اقدام کرده. بعد از اینکه این حمله و کشتن قاسم سلیمانی انجام شد، خب ایرانی ها ازشون خواسته شده بود که خیشتنداری نشون بدن و ایرانی ها هم به نظر میاد که سعی کردن طور اقدام کنن که واکنش دوباره آمریکایی ها رو بر نینگیزه. این حمله کم و بیش شاید میتونست خیلی مرگبار باشه که اصلا نبود، کسی در اون آسیبی ندیده، نه از نیروهای آمریکایی و نه از نیروهای عراقی. به نظر هم میرسه و بسیاری از کارشناس ها میگن که ایران حساب شده این اقدام رو کرده. در این صورت به نظر شما آیا این اقدام رو میشه پایانی بر راه های ایران برای انتقام گرفتن دید و شاید از این به بعد نوعی شرایط کمی آرامتر بشه، یا اینکه شروع یک طوفان جدیده؟ Well, it could be both. میتونه هر دوش باشه. قطعا ایرانی ها نیروهای اطلاعاتی زیادی در میدان دارن در عراق، و این گفته وزیر خارجه ایران نشون میده که به نظر میاد که قصدشون این بوده که عمدن به اصطلاح هدف رو از دست بدن، به این معنی که تلفاتی در بر نداشته باشه. از طرف دیگر این امکان هست که در واقع این حمله پایانی باشه برای میل خیلی ها که مایل بودن به ادامه درگیری ها و ادامه برخورد ها. اما در این حال مهمترین سوال اینه که
اونطور که رهبر ایران وقتی امروز اومده گفته که ما میخوایم در نهایت این رو به عنوان پایان حضور آمریکا در عراق و خاورمیانه ببینیم، خب بنابراین سوالی که این مطرح میکنه اینه که الان ایران چه کار خواهد کرد برای اینکه این مثلا این قول رو بهش عمل کنه و این رو بهش جامعه حقیقت بپوشونه. شما بر گروه های تروریستی در منطقه اشراف دارید، دنبال میکنید اقدامات اونها رو، به خصوص بر داعش. فکر میکنید این حمله امروز چه تأثیری بر فعالیت های اونها بذاره؟ قطعا تأثیری بر روی رشد تروریسم خواهد داشت اگر که وارد یک مرحله زد و خورد و تلافی یک اقدام و بعد تلافی اون و به همین ترتیب شاهد همچین شرایطی باشیم. اگر دولت‌ها در منطقه ضعیف‌تر بشن و اگر احساس بی‌عدالتی در منطقه احساس بشه، این ممکنه که شرایط رو بدتر کنه. بنابراین دولت‌های مختلف باید کار کنن تا اینکه وضعیت رو بهش خاتمه بدن. در چنین شرایطی تروریسم رشد نخواهد کرد و اون وقت ما میتونیم که اگر اینطور نشه میتونیم شاهد این باشیم که اقدامات علیه داعش با تأخیر مواجه بشن، برای اینکه ایران و بقیه ائتلاف ضد داعش اون وقت مشغول جنگیدن با همدیگه میشن به جای اینکه توجه خودشون رو متمرکز روی ریشه‌کن کردن داعش بکنن. بنابراین اگر شاهد افزایش تنش نباشیم، اون وقت نبرد با داعش ادامه خواهد یافت و اون وقت ما میتونیم که شاهد کاهش تروریسم باشیم. اگر این اتفاق نیفته، اون وقت ابعاد این قضیه باعث خواهد شد که تروریسم رشد پیدا کنه. بنابراین باید ببینیم که دولت‌های منطقه که در گذشته اگر از تروریسم حمایت کردن، در این باره چه رویکردی رو خواهند داشت. پارلمان عراق رسما از نیروهای آمریکایی خواستند که خارج بشند از کشور و آمریکایی‌ها، به خصوص وزیر دفاع مارک اسپر، چندین بار گفته که اگر آمریکایی‌ها خارج بشن، عملا دوباره این باعث رشد داعش میشه و بازگشت داعش رو شاهد خواهیم بود، در حالی که ما پیشتر صحبت از شکست کامل داعش کردیم و شنیدیم از سمت خود آمریکایی‌ها. چقدر این گفته به واقعیت نزدیکه؟ این سوال خوبیه و من فکر نمی‌کنم که خیلی از افراد الان بتونن در این شرایط یک پاسخ خیلی روشنی به این سوال بدن، چون هیچ کس واقعا نمی‌دونه که چه چیزی از رد پای داعش باقی مونده، وضعیت اونها دقیقاً الان به چه صورت هست. شکست داعش به معنی شکست یک دولت بود، شکست به اصطلاح دولت اسلامی بود. به عنوان یک دولت شکست خوردن، قلمروشون از دست دادن، شهرهایش خودشون از دست دادن، اما بقایای داعش، بازمانده های نیروهای اونها همچنان وجود دارن و در عراق بیشتر هستن احتمالاً به شکل نیروهای کوچک، گروهای کوچک. به نظر میاد حضورشون پررنگتر باشه تا در عراق تا در سوریه. به نظر میاد که داعش که در خود عراق فعالیتش رو شروع کرد، همچنان شاخه های زیادی در این کشور داره. در گذشته دیدیم که دولت عراق توانایی متوقف کردن و مقابله با داعش رو نداشت و داعش در نهایت از عراق به سمت سوریه لبریز شد. الان دولت عراق و دولت ایران باید خیلی به این قضیه جدی فکر کنن، به این که چه برخوردی میخوان با آمریکا داشته باشن، برای اینکه اونها نیاز دارن به آمریکا، برای اینکه بتونن داعش رو تحت کنترل خودشون بیارن. و در حال حاضر اما متاسفانه شاهد هیچ سطحی از همکاری بین طبیعتاً این سه نیرو نیستیم. ممنونم از شما افسر اشرف، استاد روابط و امنیت بین‌الملل با ما.